سلام به تک تک شما عزیزانم. آموزش امروزمون خورش کنگره. الان که فصل بهار و فصل کنگره، میتونیم این خورش خوشمزه رو درستش کنیم و برای تمام فصل سالمون تو فریز ازش نگهداری بکنیم و هر وقت که خواستیم ازش استفاده کنیم. خورش کنگر دستورهای مختلفی داره که امروز من یکی اونا رو به شما آموزش میدم. حالا با همدیگه بریم طرز تهیه این خورش خوشمزه رو ببینیم. ما اول میخواییم با پاک کردن کنگر شروع کنیم. ببینین کنگرها تیغ دارن. ببینین. و خیلی هم زبره. میتونیم هم با چاقو هم با قیچی این تیغ کنگرها رو بگیریم اینطوری. به این صورت. اگر دوباره تیغای ریزیم بالاش داشت، بازم اینا رو میگیریم. اینجا هم داره، ببینید. میندازیمش توی یه قابلمه ای که یه قاشق سوپخوری بهش آب لیمو ترش زدم. میخوام رنگشون سیاه نشه. تیغه اینم میگیرم. شما اگه دیدین خیلی پهنه، میتونین وسط دو قسمتش کنین. به این صورت تا با بقیه اندازه بشه. مقداری روغن توی مایتابمون میریزیم. احتیاج داریم به 500 گرم یا نیم کیلو کنگر پاک کرده که دیدین که من چجوری پاک کردم و تو آب گذاشتم خشکش کردم. حالا میریزم که سرخش کنم. الان در حدود 3 دقیقه است که من کنگره رو تفت دادم. حالا از روی حرارت برش میدارم. به اندازه یک لیوان پیاز نگینی خرد کرده احتیاج داریم. مقداری روغن توی مایتابمون میریزیم. پیازمون رو تفت دادیم، سبک شده و آبش کشیده شده. احتیاج داریم به 8 تا تیکه مرغ که من از قبلش نمک، فلفل بهش زدم، از تقریبا 5 ساعت 6 ساعت قبل مزه دارش کردم. حالا میذارمش توی مایتابتون. میخوام با پیازمون یک تفتی بهش بده. یک دوم قاشق مرباخوری زردچوبه داریم، اضافه میکنم بهش. زردچوبمونو کمی تفت میدیم. سه قاشق سوپخوری هم رب دارم، اونم اضافه میکنم. ربمونم تفت میدیم باهاش. به اندازه 4 لیوان آب گرم داریم، میریزم روی مرغمون و میذاریم تا مرغمون نیم پز بشه. الان نیم ساعت از پخت مرغ ما گذشته. من یه کمی از این بچشم ببینم نمکش اینا اندازه است یا نه. خب نمکش کمه. یه کمی بهش نمک اضافه میکنم. یه کمی هم فلفل سیاه. به اندازه یه قاشق سوپخوری آب لیمو ترش تازه بهش اضافه میکنم. یه قاشق سوپخوری زعفرون دم کرده داریم، اونم بهش اضافه میکنم. کنگرمونم که تفت دادیم تو این مرحله بهش اضافه میکنم. میخوام یه توضیح راجع به کنگر بگم. من 1 کیلو کنگر گرفته بودم که وقتی پاک کردم و تیغاشو اضافه هاشو گرفتم وزنش که کردم، نیم کیلو کنگر باقی مونده بودش. خواستم برای شما بگم که اگر این وقت خواستیم بگیرین و درست کنیم، بدونی که چه اندازه باید بگیرین. من خورش کنگرمونو با مرغ درست کردم. شما میتونید با گوشتم درست کنین. در ضمن میتونین با نعنا و جعفری هم درست کنین، درست مثل خورش کرفس، با این تفاوت که کرفس و برگ کرفس و تخم کرفس تو این خورشمون نیستش. میتونین اونا رو حذف کنین و به جاش کنگر رو برزین. اونم خورش فوق‌العاده خوشمزه‌ای میشه. حالا شما هر کدومی که دوست داشتین بنا به ذائقه خودتون میتونین درست کنین. حالا من در خورش رو میذارم تا خورشمون جا بیافته. خورش کنگرمون پختش آماده شد. حالا من از رو حرارت برش میدارم. خورش کنگر خوشمزه ما هم آماده شدش. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد، درستش کنین و نوش جونتون کنین و لذتشو ببری. ممنون که این آموزشو دیدین. اگر از این برنامه خوشتون اومده لایکش کنین،
خوشحال میشم نظر و پیشنهادتونم برام کامنت کنین، کانالم سابسکرایب کنین، زنگوله هرم بزنین که اگر یه ویدیو جدید اومد زود و تند و سریع با خبر شین. تا یه برنامه دیگه و یه بخور بخور خوشمزه دیگه، همه تونو به خدای بزرگ میسپارم.